یه دنیای مجازی که توی اون میتونی به همه یاره سواد برسی. کلاس یا سلام. امروز پیشنهاد که از خودتون میخوام فیلم پلیر وان ردی یا بازیکن شماره 1 آماده باش رو ببینیم. یکی از فیلم هایی که کانسپت و محتوای خیلی جالب و جدیدی داره و واقعا سرگرم کننده است. ترسناک نداریم امروز. امیدوارم لذت ببرید. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپور کامرو صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم به سال 2045 میریم، محله به اسم استایس که توی اوهایو کشور آمریکا واقع شده. شخصیت اصلیمون اسمش ویده و همراه خالش و دوست پسر خالش توی خونه زندگی میکنن. با محله آشنا میشیم و مشخص میشه که دنیا خیلی پیشرفت کرده و اکثر مردم وارد یه دنیای مجازی میشن به اسم اویسیس. تو این جامعه مجازی همه شخصیت خودشون رو میسازن، چالش‌های مختلف انجام میدن، کلی پول به دست میارن و تمام رویاهای واقعیشون رو توی دنیای مجازی سپری میکنن. ویدم بعد دور شدن از خونه وارد یه ون میشه و حالا عینک واقعیت مجازی خودش رو قرار میده و وارد اویسیس میشه. بیشتر این دنیا رو میشناسیم و میفهمیم که انقدر مردم براشون مهمه که حاضرن هر کاری بکنن تا جونشون رو توی بازی از دست ندن، چون ممکنه تمام پولها و چیزهایی که براش خرج کردن از بین بره. وید اسم شخصیتش توی بازی و پارزیوال گذاشته. یکی دیگه از شخصیت‌های بازی هم اسمش ایچه که تا به حال وید توی واقعیت ندیدتش، ولی خب صمیمی‌ترین دوستش حساب میشه. حالا با تاریخ ساخت این دنیای مجازی هم آشنا میشیم. مردی به اسم جیمز هالیدی همراه مرد دیگه به اسم اوگدن مارو دنیای اویسیس رو سال 2025 ساختن. منتها سال 2040 یعنی 5 سال پیش جیمز هالیدی جون خودش رو از دست میده. قبل از اینکه بمیره هم یه فیلم خودش ضبط میکنه که توی اویسیس به همه نشون میده. تو ویدیو هم میگه که من دارم از این دنیا میرم ولی یه میراثی از خودم میخوام به جا بذارم. چند تا ایستر اگ یا سرنخ‌های مخفی توی بازی قرار دادم که اگه هر کسی بتونه هر سه تاشون رو پیدا بکنه میلیون‌ها دلار پول به حسابش میاد و صاحب اصلی تمام دنیای اویسیس میشه. بعدم توی بازی خودشو به یه شخصیتی به اسم آنوراک تبدیل میکنه که هر کسی سرنخ رو به دست بیاره آنوراک جلوی ساحر میشه تا یه کلید به برنده بده. کسی که هر سه تا کلید رو به دست بیاره از شرکت میان دنبالش و تمام کمپانی رو به نامش میکنه. به هر حال الان 5 ساله که مردم دنبال حداقل یکی از این کلیدان ولی هیچ کسی نتونسته به دستشون بیاره. وید هم یکی از همین افراده، منتها برخلاف بقیه که هی چالش‌های مختلفو امتحان میکنن، وید وقتشو به تحقیق در مورد زندگی آقای هالیدی میگذرونه تا بتونه بفهمه که این سرنخ‌ها چیه. بزرگترین گروهی هم که دنبال این ایستر اگان یه کمپانی به اسم IOI که رئیسش مردی به اسم نولان. اون تمام سرمایه‌اش سر این گذاشته که بزرگترین بازیکن‌ها رو استخدام بکنه بلکه بتونن زودتر این ایستر اگ‌ها رو به دست بیارن و از اون طرف هم بتونه تمام شرکت رو به اسم خودش بکنه. اینم بگم که تو این 5 سال فهمیدن اولین چالش که باید انجام بدن یه مسابقه ماشین سواریه که دور تا دور شهر انجام میشه، ولی انقدر سخته که تا حالا هیچ کسی نتونسته تمامش بکنه. وید و دوست صمیمیش ایچ هم میخوان دوباره تو مسابقه شرکت کنن، چون تا به حال چندین بار این کارو انجام دادن و موفق نشدن. وقتی هم همه منتظر شروع مسابقه ان، نگاه وید به زنی میوفه که تا حالا ندیدتش و یه موتور سوارم است. با شروع مسابقه بازیکن‌ها سعی میکنن چند نفر رو حذف کنن که موفق هم میشن. ایچ هم ماشینشو خیلی آپدیت کرد و با قدرتش چند نفر رو نابود میکنه و یه دفعه میبینیم کینگ کونگ هم سعی میرسه و شروع میکنه به نابودی ساختمون ها و خیلی از راه ها. خرابکاری که در نهایت منجر به حذف ایچ میشه، اما وید همچنان داره ادامه میده تا به یه جایی میرسه که کینگ کونگ پولو کلا نابود میکنه و دیگه هیچ راهی برای ادامه نیست. یه دفعه نگاه وید به همون زن موتور سوار میفته که داره با سرعت میاد و نمیدونه که کینگ کونگ پایین قایم شده. برای اینکه نابودیش جلوگیری کنه پیاده میشه و خیلی سریع زن رو از موتور کنار میزنه که وقتی موتورش پرت میشه میبینیم کینگ کونگ نابودش میکنه و اگه زن سوارش بود خودش از بازی حذف میشد. یه بار دیگه همه بازیکن ها حذف شدن و مسابقه بی سر انجام مونده. وید با دختری که نجاتش داده بود آشنا میشه و اسمش آرتمیسه. حالا دو تایی همراه ایچ به کارگاه اون میرن تا بتونه موتورش رو درست بکنه که همین کارم انجام میده. اینم بگم که ایچ داره یه ربات خیلی بزرگ برای خودش میسازه که هنوز نتونسته کارشو تموم کنه. یه صحبت کوچیک هم بین وید و آرتمیس صورت میگیره که وید به قانونهای بازی اشاره میکنه و آرتمیس میگه هالیدی یه مزیت نسبت به بقیه بازیسازها داشت، اینکه از قانون ساختن متنفر بود و به همه اجازه خلاقیت میداد. توی واقعیت شب شد و وید دراز کشیده که حرفای آرتمیس توی مخش میاد. یه دفعه فکری به سرش میزنه و عینک واقعیت بازیشو میذاره و وارد بازی میشه. خودش رو به سازمان توی بازی میرسونه که اسمش ژورنال‌های هالیدیه. اینجا تمام خاطرات و دستاوردهای آقای هالیدی رو جمع کردن که هر کسی خواست میتونه اونا راحت ببینه، بشنوه یا بخونتشون. یه ربات هم مسئول رسیدگی به همه ایناست و وی درخواست دیدن یکی از خاطرات آقای هالیدی رو میکنه که دوتای وارد راهروی میشن و به این خاطره میرسن. این خاطره یکی از اولین صحبت‌های آقای وید و همکارش مورو که با همدیگه این بازی رو ساختن. توی صحبتشون هم آقای هالیدی میگه باید قانون‌ها رو از بین ببریم
ببریم، حتی شده برعکسشون بکنیم تا مردم بتونن آزاد باشن و خلاقیتشون توی بازی استفاده بکنن. اینم میفهمیم که وید بارها و بارها این خاطرات رو دیده، چون حتی جملاتشون رو کاملا حفظه. یه رفعه انگاری چیزی که میخواد رو شنیده و از اینجا خارج میشه. روز بعدی میرسه، وید دوباره وارد مسابقه چالش اول میشه. همه ماشین ها حرکت میکنن اما وید سر جاش ثابت میمونه. یه رفعه دنده عقب میاره، میبینیم که یه راه مخفی پشت سرش بوده و باز میشه که میره داخلش. یه راه امن و زیرزمینی که از تمام چالش های مسابقه به راحتی میگذره، حتی کینگ کونگ رو هم میبینه و همینطوری دنده عقب سریعتر از همه بالاخره بازی رو به پایان میرسونه. آخر راه آنوراک ظاهر میشه، کلید و همراه کلی پول بهش میده و میگه که موفق شدی و امیدوارم توی راه های بعدی هم موفق بشی. اینا میبینیم که اسم پارزیوال، یعنی همون شخصیت وید، روی برد بازی نوشته میشه و به عنوان اولین برنده معرفی میشه. یه سر به شرکت IOI میریم که آقای نولان افراد دیگر رو دور خودش جمع کرده و از این موفقیت وید خیلی عصبانیه. میگه هر طوری شده باید بفهمیم چی کار کرده و حتی توی واقعیت هم باید پیداش بکنیم تا اون چالش رو ازش بگیریم. حتی وارد بازی میشه و به دیدن یک شخصیت خطرناک میره که پول زیادی رو بهش میده در قبال اینکه بتونه شخصیت وید، یعنی پارزیوال، رو توی بازی نابود کنتش. این در حالیه که وید با پولی که از چالش اول برده وارد فروشگاه بازی میشه و کلی امکانات خفن میخره، همراه یه دست لباس کاملا حرفه‌ای به اسم X1 که دم خونش میارن و بهش تحویل میدن. اگه این لباسو بپوشه میتونه تمام چیزهای بازی رو کاملا حس کنه، از گرما و سرما بگیر تا حتی چیزهای جنسی. بعدم چیزهایی که هم مسابقه فهمیده رو با H و دو تا دوست صمیمی دیگه‌شون به اشتراک میذاره. همینطور آرتمیس که همشون توی مسابقه شرکت میکنن، همون راه مخفی میرن و همشون کلید اول رو به دست میارن تا بتونن چالش بعدی رو با هم انجام بدن. چند روزی گذشته و وید تمام جملاتی که آنوراک بهش گفته بود و نوشته که حالا دنبال سرنخی برای چالش بعدی میگرده. چالش ها اونو به زنی به اسم کیرا میرسونن، کسی که اصلا نمیشناسهش و نمیدونه جریانش چیه. برای همین یه بار دیگه وارد بازی میشه و به ژورنال های آقای هالیدی میره، جایی که وقتی میرسه میبینیم صدها طرفدار پیدا کرده و همه با ذوق میان طرفش و میخوان باهاش عکس بگیرن. آرتمیس هم سر میرسه و خیلی سریع وید به اتاق میبره و بهش کمک میکنه تا ظاهر خودش رو تغییر بده و اینطوری از دست طرفداراش بتونه فرار کنه. حالا وید و آرتمیس همراه همون رباتی که مسئول اینجاست به یکی دیگه از خاطرات میرن که آقای هالیدی و مورو دارن صحبت میکنن و هالیدی میگه که از دختری به اسم کیرا خوشش میومده اما دولت نداشته که اونو به رقص دعوت بکنه، برای همین بهش رفتن سینما. در آخر هم چیزی بینشون شکل نگرفته و حالا کیرا به جای هالیدی با آقای مورو ازدواج کرده. وید به آرتمیس میگه که به نظرم خیلی این خانم مهم بوده و قطعا چالش بعدی بهش ربط داره، اما هیچ جای دیگه از خاطرات آقای هالیدی در مورد این زن صحبتی نمیشه. ربات مسئول اینجا از چیزی که وید فهمیده لبخندی میزنه، یه سکه طرفش پرت میکنه و میگه امیدوارم موفق بشی. از اون طرف هم آرتمیس از وید دعوت میکنه که به مراسم رقص برن و اونجا بیشتر در مورد این جریان صحبت کنن. یه کلاب رقصی که خود آقای هالیدی شخصا ساخته و آرتمیس میگه شاید سرنخ بعدیمون اونجا بتونیم پیدا بکنیم. شبم که وید داره حاضر میشه تا به اونجا بره، میبینیم که اش بهش اخطار میده و میگه مراقب آرتمیس باش، تو اونو تا حالا ندیدی، شاید اصلا یه مرد باشه که داره بازی میکنه و میخواد ازت سوء استفاده بکنه تا بتونه زودتر از تو نتایج نهایی رو بگیره. البته که وید توجهی نداره و حاضر میشه و خیلی سریع به کلاب میره. وسط اینجا یه قسمتی هستش که جاذبه وجود نداره و همه دارن اونجا میرقصن. آرتمیس و وید هم میرن و شروع به رقصیدن با امکانات خودشون که دارن میکنن. وقتی که همدیگه رو لمس میکنن میبینیم که لباس وید توی واقعیت بهش گرما میده و خیلی براش لذت بخشه. انقدر این دختر خوشش اومده که ازش میخواد تو واقعیت همدیگه رو ببینن، اما آرتمیس میگه که فکر میکنم تو واقعیت اگه من ببینی ازم ناامید میشی، برای همین تو همین بازی بمونیم بهتره. اما وید بی توجه به این حرف اسم واقعی خودش رو به آرتمیس میگه و میگه اگه دوست داشتی تو واقعیت بیا دنبالم. همین لحظه میبینیم که کمپانی IOI تمام حرفاشون زیر نظر داره و با این حرف وید هویت واقعی اون رو بالاخره به دست میاره. به محض شنیدن این حرف هم تعداد زیادی از سربازها دیوار رو میشکنن و میان تا شخصیت این مرد رو نابودش کنن. البته که وید با یکی از چیزهایی که از فروشگاه خریده بود موفق میشه زمان رو 60 ثانیه به عقب برگردونه تا از این فرصت برای فرار با آرتمیس استفاده کنه. به محض اینکه جاشون امنه، آرتمیس به وید میگه دست از سرم بردار و نمیخوام رابطه بینمون شکل بگیره. پدر من یکی از افراد IOI بود که با بیرحمی تو واقعیت جونش رو گرفتن. الانم باید این بازی رو به پایان برسونم تا قبل از IOI صاحب این شرکت بشم و الان اونا میتونن هممون رو از بین ببرن. توی واقعیت میبینیم آقای نولان تمام آدرس خونه و اطلاعات وید رو به دست میاره و یکی از نیروهاشو میفرسته تا با چند تا از سربازها برن و اونو توی واقعیت نابودش کنن. روز بعدی وید پیامی آقای نولان دریافت میکنه که توش نوشته باید با هم ملاقات کنیم. خیلی سریع هم بهش وصل میشه و توی واقعیت جلوی آقای نولان ظاهر میشه. نولان بهش میگه که باید بیای برای من کار کنی، در قبالش هم بهت پول زیادی میدم به شرطی که تمام چالش ها رو انجام بدی. اما وید نمیخواد این کارو بکنه. نولان هم میگه برام مهم نیستش، من آدرس خونه و همه چیزو دارم و الانم چند لحظه بیشتر به نابودیت نمونده، خواستم بهت یه شانس دیگه بدم. خیلی سریع وید از بازی خارج میشه و می دو طرف خونهشون، چون یادتون باشه توی
توی خرابه اطراف بازی میکرد. البته دیر و وقت که نزدیک شده شاهد انفجار خونهشون و از بین رفتن خاله و دوست پسر خالشه. حالا با ترس و نگرانی به ون خودش برمیگرده و سعی میکنه به دوستش ایش و بقیه اطلاع بده چی شده، که میبینیم یه مردی که صورتش هم یه تتوی داره از پشتش بلند میشه و جلوی صورتش رو میگیره و بیهوشش میکنه. ساعتی بعد چشماشو باز میکنه و روی صندلی بسته شده. همون مرد ماسکشو برمیداره و میبینه دختری کنارشه که خودش رو همون آرتمیس معرفی میکنه. البته توی واقعیت اسمش سامانتا. سامانتا فهمیده بوده شرکت آی میخواد با ویت چی کار بکنه و برای همین هم دوکر دوستاشو فرستاده تا نجاتش بده. سامانتا و چند تا از دوستاش اینجا یه مخفیگاه ساختن تا بتونن هدف خودشون که مبارزه با شرکت آی رو از اینجا انجام بدن. وقتی هم دارم با ویت صحبت میکنم متوجه ماه گرفتگی رو صورتش میشیم که ویت میگه به نظرم خیلی قشنگه و اصلا تو واقعیت ازت ناامید نشدم. یه دفعه فکر به سر سامانتا میزنه و میفهمه که سرنخ رو به دست آورده. همه رو جمع میکنه و میگه وقتی کلید رو به دست آوردیم آنوراک بهمون گفت قدمی که برداشته نشد رو به خاطر بیار. این قدم به نظرم ربطی به همون سینمایی داره که آقای هالیدی و کیا اون شب رفته بودن، چیزی که بزرگترین حسرت آقای هالیدی بوده. دوباره وارد بازی میشن و به دیدن همون ژورنال‌های آقای هالیدی میرن تا خاطره آقای هالیدی و کیرا توی سینمایی که اون شب رفته بودن رو تماشا کنن. میفهمن که اون شب فیلم شاینینگ رو دیدن. حالا ربات اونا رو به جایی میبره که وارد چالش بعدی میشن، همون هتلی که توی فیلم شاینینگ دیده بودیم. آرتمیس میگه بگردی چون مطمئنم سرنخ بعدی همینجا. وقتی هم دارن میگردن تمام موجوداتی که توی هتل فیلم شاینینگ بودن بهشون حمله میکنن و پا به فرار میذارن. این وسط عکس قدیمی از کسایی که تو هتل بودن میبینن که آقای هالیدی و کیرا هم جزوشونن. آرتمیس میگه بزرگترین حسرت هالیدی این بوده که کیرا رو به رقص نبرده و اونو نبوسیدتش، برای همینم هم باید به سالن رقص هتل بریم. وقتی میرسن یه سری زامبی دارن معلق توی هوا میرقصن و آرتمیس اول همه میپره که منجر به پرت شدن بقیه به بیرون از هتل میشه. همینطوری شروع به رقصیدن با زامبی ها میکنه و در آخر به شخصیت کیرا میرسه، با اونم میرقصه که یه لفه ای آنوراک پشتش ظاهر میشه. بعدم کلید دوم و سرنخ بعدی رو بهش میده. بقیه اعضای گروه هم نوبتی میرن و همین کارو انجام میدن و همشون حالا کلید دوم رو هم دارن. البته خیلی زود اعضای آی هم از این قضیه باخبر میشن و میان که براشون هم خیلی سخته، ولی خب به هر حال در تلاش برای پیدا کردن چالش دومن. خبر زنده موندن ویدم بالاخره به آقای نولان رئیس آی میرسه که خیلی عصبانیش میکنه. به همون ماموری که قرار بود ویدو نابود کنم اینو میگه و اونم شروع به تحقیق در مورد اتفاقی که افتاده میکنه و موفق میشه اون مرد تتوداری که ویدو برده بود رو پیدا کنه. حالا تعقیبش میکنه و در نهایت مخفیگاه آرتمیس و دوستاش لو میره. خیلی زود مامورهای آی به اینجا میان و شروع به نابودی همه چیز میکنن. آرتمیس یا همون سامانتا هم موفق میشه ویدو از راه مخفی فراریش بده و بهش میگه کلید سوم و هر طوری شده به دست بیار، من اینجا مامورها رو معطل میکنم. مامور کمپانی آی و سربازاش بالاخره سامانتا رو هم گیر میندازن و مامور بهش میگه که از این به بعد تو برده مایی، باید هر کاری میگیم انجام بدی و باید برای ما بازی کنی. وید که دیگه هیچ جای امنی براش نمونده همینطوری سردرگم میچرخه که یه دفعه زنی گیرش میاره و اونو به گوشه میبره. این زن همون ایچه و اسم واقعیش هلنه، چون صداش مردونه است دوست نداره شخصیت بازی زن باشه. به یه پناهگاه دیگه میرن که میفهمیم ایچ دو تا دوست دیگه شون هم پیدا کرده که یکیشون یه پسر 11 ساله است، یکیشون هم یه پسر جوونه. تصمیم میگیرن چهار تایی بتونن کلید سوم رو هم به دست بیارن. حالا یه سر به شرکت آی میریم که بالاخره به چالش سوم هم رسیدن. فهمیدن این چالش توی خطرناک‌ترین بخش بازیه که یه دستگاه آتاری اونجا قرار گرفته و باید یه بازی آتاری رو تمومش کنن. تمام افراد گروه آی به صف شدن و دونه دونه بازی میکنن ولی هیچ گروه نمیتونن کلید رو به دست بیارن. خود آقای نولان هم وارد بازی شد و تعداد زیادی از سربازها رو دم ورودی اینجا گذاشته که هیچ بازیکن دیگه ای نتونه بیاد و شانسش رو امتحان بکنه. حتی یه وسیله‌ای که یه گوی بزرگم فعال میکنن که از ورود تمام شخصیت ها به اینجا جلوگیری میکنه. بعدم دستور میده بقیه سربازها که یکیشون همون سامانتا یا آرتمیسه که مجبور شده براشون بازی بکنه یه سری بمب پشت در ورودی بذارن که اگر کسی رد شد این بمب منفجر شن و جونش رو از دست بده. برمیگردیم پیش وید و دوستاش. اونا میخوان هر طوری شده سامانتا رو نجاتش بدن. برای همینم هم نقشه میریزن و موفق میشن که شخصیت آقای نولان رو توی بازی هک کنن. این در حالیه که وید و یکی دیگه از پسرا هم با هم دیگه به خود سازمان آی میرن. یه دفعه عینک واقعیت مجازی آقای نولان رو هم برمیدارن و بهش میگن که اگر سامانتا رو آزاد نکنی شخصیت تو تمام چیزهایی که تا الان ساختی رو نابودش میکنیم. اونم که خیلی ترسیده قبول میکنه و دستور آزادی سامانتا رو صادر میکنه. البته که سامانتا از سازمان فرار نمیکنه، بلکه تصمیم میگیره خودش رو جای یکی از کارکنهای اینجا جا بزنه تا بتونه اون گویی که آی دورت کلید سوم گذاشته رو نابود بکنه، بلکه وید و دوستاش بتونن به کلید سوم برسن و علاوهش راهی ندارن. حالا وید و دوستاش هم وارد بازی میشن و به سمت کلید سوم میرن. اونتا وقتی میبینن چقدر سربازهای آی زیاده وید فکری به سرش میزنه. یه پیغام برای تمام بازیکنهای اویسیس میفرسته. بهشون میگه که شرکت آی میخواد همه چیزو نابود بکنه. برای همینم از همتون میخوام بیاید کمکم تا بتونیم عدالت رو به بازی بیاریم و از میراث آقای
هالیدی حفاظت کنیم. طولی نمیکشه که همه بازیکن ها میان اینجا و سمت سربازهای آیوآی حمله میکنن. این در حالیه که سامانتا هم خودش رو به سیستم مرکزی میرسونه و موفق میشه که اون گوی محافظ رو نابودش کنه. جنگی بین همه شخصیت ها شکل میگیره و ایش بالاخره از ربات بزرگ خودش هم رو نمایی میکنه که همه سربازهای آیوآی به شکل وحشتناکی نابود میکنه. وید خیلی به قلعه نهایی نزدیک شده که حالا نولان از یه رباتی به اسم گودزیلا رو نمایی میکنه که خیلی هم وحشه. ایش با ربات بزرگش سعی میکنه بجنگه اما موفق نمیشه، همینطور بقیه دوستاش شکست میخورن. اما یه دفعه سامانتا با شخصیت آرتمیس خودش وارد بازی میشه و به همینجا میاد و بمبی رو توی دهن این گودزیلا پرت میکنه که منجر به انفجارش میشه. این انفجارم خیلی بده چون شخصیت خود آقای نولان داخل ربات بوده و حالا خودش هم نابود شده. وقتی که آرتمیس رو دید مطمئن شده که تو شرکت خودش داره این کار رو انجام میده و حالا با عصبانیت میاد و دنبالش میگرده. توی بازی وید و آرتمیس به قلعه نهایی رسیدن و آرتمیس میگه که هنوز توی شرکت آیوآیه. وید بهش میگه باید فرار کنه اما آرتمیس حاضر نیست این کارو بکنه که در نهایت وید با شلیک به سر آرتمیس اون از بازی حذفش میکنه تا سامانتا بتونه جون خودش رو نجات بده و خیلی سریع هم از سازمان فرار میکنه. وید و تنها دوستش که تو بازی موندن به دستگاه آتاری میرسن که یکی از اعضای آیوآی داره بازی میکنه و برنده میشه اما بازم کلیدی به دست میاره و از بازی میره بیرون. همین لحظه است که آقای نولان دوباره میاد داخل بازی ولی خب دیگه همه چیزو از دست داده. همون آدم خطرناک بازی هم کنارشه. نولان به وید میگه این آخرین شانسیه که برای من کار کنی و الان این دستگاهی که دست من رو فعالش میکنم. چیزی که باعث نابودی تمام کسایی میشه که الان توی این محدودن و خب خودت هم تمام بازیکن‌ها رو آوردی اینجا، یعنی همه حذف میشن. وید حمله میکنه تا دستگاه رو بگیره اما نولان قبل از اینکه بهش برسه اونو فعالش میکنه و همه نابود میشن، همه غیر از وید. وید براش خیلی عجیبه که هنوز زنده است و دست تو جیب خودش میکنه و همون سکه رو در میاره که ربات بهش داده بود. با نگاه به پشتش میفهمه که این سکه یه سکه برای زندگی و شانس مجدد توی بازی و یه بار میتونه ازش استفاده بکنه. حالا همه بازیکن‌ها توی واقعیت از صفحه نمایش خودشون دارن وید رو میبینن و با هیجان تماشا میکنن. وید شروع به بازی میکنه و میفهمه که هدف از این بازی آتاری بردنش نیست، بلکه باید یکی از ایسترگ‌های خیلی قدیمی توی این بازی رو پیدا بکنه که وقتی این کارو انجام میده یه یخ بالا سرش میفته و دستگاه نابود میشه. یه رفیق آنوراک میاد جلوش و میفهمه که بازی رو برده. آنوراک کلید آخر رو بهش میده و یه جعبه جلوش میاد که باید هر سه تا کلیدو واردش بکنه. همه با هیجان منتظرن که میبینیم توی واقعیت اعضای آیوآی ماشینی که وید و دوستاش داخلشن رو پیدا کردن و میخوان نابودش کنن. وید توی بازی به همه اعلام کنه که چه اتفاقی افتاده و ازشون میخواد توی واقعیت بیان به همون خیابونی که هستن کمکش. چند نفرم هم همین کارو انجام میدن و وید کلید آخر رو هم وارد گاف صندوق روبروش میکنه و وارد یه اتاق پر از طلا میشه. همه هم توی واقعیت براش دست میزنن و خوشحالی همو بغل میکنن. آنوراک میاد طرف وید و قرارداد رو جلوش میذاره و میگه امضا کن تا صاحب همه چیز بشی. اما وید این کارو انجام نمیده. میگه به نظرم یکی دیگه بزرگترین حسرت ها و اشتباهات تو این بود که همکارت مرو رو مجبورش کردی تا تمام سهم خودش رو امضا بکنه و به اسم تو بکنتش تا صاحب کامل همه چیز باشی. اینطوری تو پول زیادی به دست آوردی اما یکی از بهترین دوستات رو از دست دادی. دوباره همه چیز عوض میشه و حالا آنوراک به شخصیت واقعی آقای هالیدی توی بازی تبدیل میشه. به وید میگه تو آخرین امتحانت هم قبول شدی و حالا صاحب همه چیزی. یه دکمه ای رو هم روی دیوار نشون میده و میگه این میتونه همه اویسیز رو نابود بکنه، هر وقت خواستی ازش استفاده بکن. یه تخمه طلا هم سمت وید میگیره و بهش میگه درسته یه وقتایی شاید بخوای همه چیز رو نابود کنی چون این دنیای مجازی خیلی کثیف و به درد نخوره، اما واقعا هم میتونه خیلی سرگرم کننده و خوب باشه. فقط کافیه که مردم یارشون نره، واقعیت مهمتر از بازیه و وقت بیشتر یا با آدمهای واقعی بگذرونن. وقتی داره اتاق خارج میشه وید ازش میپرسه تو واقعا جونتو از دست دادی و آقای هالیدی هم فقط لبخندی میزنه و خدافظی میکنه و از اتاق میره بیرون. میایم توی واقعیت. آقای نولان بالاخره به ماشین وید و دوستاش رسید و میاد درو باز میکنه اما برقی که از دست وید داره ساطع میشه مشخص میکنه ایستر اگ نهایی رو هم به دست آورده و برای همین دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد. ماشینای پلیس هم سر میرسن و خیلی سریع نولان رو دستگیر میکنن. لحظاتی بعد همکار دیگه آقای هالیدی یعنی آقای موروز میاد اینجا و درو باز میکنه. به وید تبریک میگه و میخواد در مورد قرارداد صحبت بکنه که وید میگه یه دقیقه صبر کنید، درو میبنده. بعد میره طرف سامانتا و میگه نمیخوام حسرتی به دلم بمونه و اونو میبوستش. دوباره آقای مورو چند تا از وکلای دیگه درو باز میکنن و میگن باید اینجا رو امضا بکنه تا همه چیز تموم شه. اما وید میگه من میخوام با دوستام اینجا رو شریک شم و الان این کارو انجام نمیدم. آقای مورو میگه نظر من مشکلی نداره و هر کاری دوست داری بکن. بعد همشون امضا میکنن و تمام شرکت اویسیز به اینا میرسه. وقتی وید داره با آقای مورو صحبت میکنه و قدم میزنه، آقای مورو یه رفیق سکه رو سمتش پرت میکنه و حالا میفهمیم که همون شخصیت ربات توی بازی آقای مورو بوده که بازی میکرده. حقم نداشته که به هیچ کسی سرنخ کاملا مستقیم بده اما میدونسته که ممکنه جون وید تو خطر باشه و اون سکه رو بهش داده تا نجاتش بده. وید به مورو یه چیز دیگه هم میگه، اینکه آقای هالیدی بزرگترین حسرتش این نبود که کیرا رو نبوسیده یا تو با کسی که اون عاشقش بوده ازدواج کردی، بزرگترین حسرتش این بوده که
بهترین دوستش یعنی تو رو از دست داده. برای همینم به نظرم خیلی آدم خفنی هستی و ازت میخوام که به ما ملحق شی تا با همدیگه اویسیز رو کنترل بکنیم که اونم خیلی راحت قبول میکنه. سکانس آخر فیلم با قوانین جدید اویسیز آشنا میشیم. سه شنبه ها و پنج شنبه ها بازی کاملا تعطیله تا مردم توی واقعیت به تعامل با همدیگه بپردازن. از اون طرف هم تمام سودهای دیگه شرکت ها از جمله آی حذف میشه و باعث میشه که همشون ورشکست شن و دیگه کسی نتونه بازی رو دستکاری بکنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اگه گیمر باشید با کلمه ایستر اگ آشنایید. خیلی از بازی سازها میان توی نسخه های مختلف بازیشون یه سری ایستر اگ یا همون تخم طلایی قرار میدن که یه اشاره به یه بازی یا یه چیز خیلی معروف میکنه. مثلا توی سری بازی های رزیدنت ایول 2 و 3 کاملا با هم دیگه با فاصله زمانی خیلی کمی دارن رخ میدن و بینشون خیلی این چیز پیش میاد که یه چیزی رو میبینی که اون یکی شخصیت توی نسخه دیگه بازی انجام داده بوده. یا توی بازی GTA V یه سری کتاب ها یا نامه هایی هستن که ما رو به سری بازی Red Dead Redemption میبرن. به اینا میگن ایستر ای که توی این فیلم فوق العاده زیاده. مثلا ماشینی که وی داره باش مسابقه میده یا اون آخر توی نبرد نهایی سوارش شده، ماشینی که توی فیلم Back to the Future میبینیم ساختنش، یا لباسی که برای رقصیدن با آرتمیس میپوشه شخصیت یکی دیگه از فیلم ها رو به ما نشون میده. حتی هتل شاینینگ که عیناً داخل فیلم قرار گرفته. این فیلم کاملا از این بخش خودش سربلند بیرون میاد و به نظرم خیلی خفن این کار رو انجام میده. این بازی عیناً میاد یه خطراتی از واقعیت مجازی رو ما نمایش میده و آخرش میگه که لازم نیست بگیم واقعیت مجازی شر مطلقه، میتونه خوب باشه، فقط کافیه که بتونیم بین واقعیت و دنیای مجازیمون یه تعادل برقرار بکنیم، که به نظرم این کاملا درسته، چون به نظرم تا چند سال آینده این دنیای واقعیت مجازی خیلی بیشتر از الان میشه و دیگه صرفا یه بازی نیست. همین الان چیزهایی مثل متاورس اومده که به درآمدها رو ارتباط پیدا کردن، یا کلا میگم خیلی بیشتر از این توی زندگیمون قرار دخیل بشه. پس نمیتونیم که مدام باهاش بجنگیم و بگیم که کاملا شره. پس کافیه فقط تعادل رو ایجاد کنیم و نذاریم که دنیای مجازی از واقعیت پیشی بگیره. در کل فیلم به نظرم یکی از بهترین فیلم‌های چند سال اخیره، خیلی محتوا جدید و جذابه و باید یه بار تماشا بکنیدش. من خیلی از دیالوگ‌ها رو نمیتونستم عیناً بیارم و با این حال 20 دقیقه فقط خلاصه فیلمش شده. باید ببینید تا همه چی رو قشنگ درک بکنید. واقعا تجربه خفنیه، امیدوارم تجربهش کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهاداتتون رو با هشتگ پیشنهادی بنویسید. من فقط اینطوری پیداشون می‌کنم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.